آقای حجت الله کلاش به صراحت در تلویزیون شهرام شارلاتان میگه هدف ما زدن اقتدار رهبری در اپوزیسیونه. یعنی شما همین الان تصور کنید آقای کلاش و دار دستش موفق بشن شخص پادشاه رو از صحنه سیاسی اپوزیسیون و صحنه سیاسی ایران خارج کنن. حالا شما به من بگید توی این اپوزیسیون چه رهبری قرار شکل بگیره و بین چه کسانی؟ کشوری که مردمش با حکومت قاسمش در حال جنگ هم. کشوری که عملا اشغال شده و نیاز به یک تکیهگاه امن و مطمئن دارن این مردم. آقای کلاش به صراحت میگه هدف ما زدن این تکیهگاه که این تکیهگاه از بین بره و بعد اره اوره و شمسی کوره قومی و اسی و مسی و نمیدونم عبدالله معتدی و حجت کلاش و پاسدار قانعی فرد و امثال هم بیان یک شورای رهبری تشکیل بدن و بعد این شورای رهبری با اون شورای رهبری در داخل جمهوری اسلامی بعد از مرگ علی خامنه ای وارد یک مجلسی به اسم مجلس لوی جورگه بشن و در این مجلس لوی جورگه چون دیگه عملا اگر در زمان لوی جورگه افغانستان شخص ظاهر شاه هنوز حضور داشت و بین مردم محبوب بود اینها در اون جلسه کنارش گذاشتن، اینها تلاش کنن قبل از اون جلسه شخص پادشاه رو کنار بذارن و در اون مجلس لوی جورگه اعلام جمهوری دوم، جمهوری ایرانی با طعم فدرال یا جمهوری فدرال ایران رو رسما اعلام کنن. آقای کلاش در سال 96 من با این ویدیوشو تو رستاخیز گذاشتیم بارها و بارها در یک جلسه از همین جلساتی که دکتر سروش مهراد اشاره کردن مردم رو جمع میکرد بعد وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات میگیره همه رو میبرد، در همون جلسه رسما اعلام میکنه میگه بزرگترین اشتباه 57 ها انقلاب نبود بلکه بزرگترین اشتباهشون این بود که نظام یا سیستم مشروطه رو کنار گذاشتن و این جمهوری رو هوا بنا کردن. بنابراین ما اگه میخوایم این اشتباه رو جبران کنیم باید برگردیم به مشروطه، از دل مشروطه پایه جمهوری فدرال در ایران رو بنیان بذاریم بچینیم بالا که این ریشه داشته باشه. حالا همین رو داشته باشید، محسن رضایی میاد توییت میزنه یک سال و دو سال پیش میگه جمهوری اسلامی پشتوانه 150 ساله داره، یعنی آغاز مشروطیت ابتدای جمهوری اسلامیه و این کاملا هم درسته دوستان. حالا بهتون میگم چرا. آقای مهره سروس سعید عجاریان میاد توییت میزنه میگه بزرگترین موزل ما مردم ایران دور شدن از آرمانهای مشروطه است. حالا بیاییم ببینیم دور شدن از آرمانهای مشروطه از دیده اینها یعنی چی؟ مشروطه کلیدوری بود که روسیه و روس و انگلیس از طریق این کلیدور نیروهای تحت حمایت خودشون رو بر حکومت ایران غالب میکردن. یه صحبتی رو من دیشب از شاهنشاه آریامهر در برنامه لایو اینستاگرامی پخش کردم که خود پادشاه به صراحت داره میگه زمانی که قانون اساسی مشروطه در ایران نوشته شد عملا اختیارات پادشاه ایران رو مسد کردن و کنترل کشور طبق قانون اساسی مشروطه افتاد دست مجلسی که دولت تعیین میکنه و دولتی که مجلس تعیین میکنه و هیچ کدوم اینها به ملت پاسخگو نیستن. این صحبت شاهنشاه آریامهره. و حالا آقای حجت الله کلاش و دار و دستش عرفان قانعی فرد و دیگران زمانی که ملت بارها و بارها نام رضا شاه رو فریاد زدن، نه نام مشروطه رو، نه نام مدرس رو، نه نام مصدق رو، نه نام بختیار رو، نه نام صحابی و امثال هم رو، اینها میگن آقا نگید رضا شاه روحت شاد، ما باید برگردیم به مشروطه. خب توضیح دادم من در برنامه ها در لایف هایی که اجرا میشه توی اینستاگرام، جمهوری اسلامی به صورت 100% طبق شرایط و قوانین مشروطه داره اداره میشه دوستان.
تو مشروطه میگن 5 ولی فقیه باید در رأس امور اجرایی و قانونگذاری ایران باشه، جمهوری اسلامی هم 6 تاشو گذاشته، شورای نگهبان مگه نذاشته؟ در مشروطه طبق سخن شاهنشاه آریامهر دولت مجلس تعیین میکنه، مجلس دولت تعیین میکنه و هیچ کدوم پاسخگو مردم ایران نیستن. آیا یه همچی اتفاقی در جمهوری اسلامی هست یا نیست؟ در مشروطه باز طبق سخن شاهنشاه آریامهر 2 سال بعد از جریان مشروطه عملا ایران تجزیه میشه بین روس و انگلیس و تنها منافعی که از ایران باید تامین بشه منافع این دو استعمارگر پیره. حالا در جمهوری اسلامی آیا غیر اینه؟ از ابتدای فاجعه 57 تا امروز هر دولتی که روی کار اومده در جمهوری اسلامی 8 سال توسط کمونیست ها یا روس ها چیدمان شده، 8 سال توسط غربی ها. مثالش رو هم میزنم، اکبر رفسنجانی 8 سال رئیس جمهور جمهوری اسلامی بوده، نگاهش به شرق بوده، یعنی نوکر روس ها بوده. بعد از اکبر رفسنجانی محمد خاتمی میاد، 8 سال نگاهش به غربه، نوکر انگلیس و آمریکا بوده. بعد محمود احمدی نژاد میاد، دوباره 8 سال نگاهش به شرقه، نوکر کمونیست و چین و روسیه بوده. بعد حسن روحانی میاد 8 سال، دوباره 8 سال نگاهش به غربه. و حالا ابراهیم قاتل میاد، 8 سال نگاهش به شرقه. یعنی هر دوره یه دولت در ایران توسط این دو استعمارگر به نام مشروطه، چه در دوره اواخر حکومت قاجار، چه شهریور 1320 تا مرداد 32، عملا حکومت دولت هایی بودن که توسط این دو استعمارگر دستچین و انتخاب می شدن. حالا چرا مردمی که میان میگن رضا شاه روحت شاد رو اپوزیسیون باید سوق بده به سوی مشروطه؟ چرا؟ دلیلتون چیه؟ تنها دلیلی که موجوده دوستان، انگلستان نمیخواد به هیچ وجه این گاو نومنشیر مشروطه در ایران از دستش در بیاد. با جمهوری اسلامی آغازش کرد، با جمهوری ایرانی یا جمهوری فدرال به پایان خواهد رسوندش. حالا اینجا بر ماست، بر ما ملت ایرانه که بیاین دو تا چهارتا کنیم. یک شخصی به اسم سید حمیدرضا موسوی نژاد، نوه یک آخوندی که بنیانگذار یا پایه‌گذار حوزه خرسازی مشهد هست، یعنی حوزه علمیه مشهد، و شاگردانی مانند ابراهیم رئیسی، محمد خاتمی، حسن خمینی و امثال هم داره، این شخص باید بیاد در آمریکا و برای من و شما بشه ایرانگرا. و بعد شما وقتی ریشه ها رو پیدا میکنی میبینید دقیقا در همون دولت محمود احمدی نژاد که توضیح دادم همه اینها با هم همسو و همکارن. و امروز شما میبینی مادر خرج تیم حجت کلاشیون آقای سید حمیدرضا موسوی نژاده با دلارهای نفتی من و شما. ما در برنامه گذشته با همین دکتر سروش مهراد و جناب کمالپور اسنادی رو راجع به سید حمیدرضا موسوی نژاد ارائه دادیم، چرا نیومدن پاسخ بدن؟ چرا نیومدن اینا رو رد کنن؟ همین سعید قاسمی معتاد، دکتر سروش مهراد هم با مواد توی ارمنستان گرفته بودنش. این شد افشاگری اینها مثلا بر علیه ما بدون سند. ما که سند ارائه دادیم. آقای حجت کلاش، به برگردم اون صحبت اول جناب کمال، آقای حجت کلاش به نام مشروطه خواهی میاد میره با حزب ایران نوینی که ارسالی های سعید حجاریان هستن، میان دست بیعت میدن و رو بازی میکنن. حتما اون ویدیو رو دیدید، داره جناب کمالپور اگر بعد از این صحبت من بذاره. آقای یک انگل ارسالی دیگه به اسم حامد شیبانی، رفیق فابریک امیرحسین اعتمادی، مهره دیگه سعید حجاریان به عنوان سخنگوی حزب ایران نوین، رسما در یک برنامه اعلام میکنن ده حکومت آینده ایران نمیتونه یک حکومت تک ریاستی باشه، بلکه باید دو یا چند ریاستی باشه، یعنی ایران فدرال. دکتر اگر این معنیش ایران فدرال نیست چیه؟ یه لحظه ما این ویدیو رو ببینیم برگردیم. بله. من میخوام که به همین پرسشی که پرسیدن جناب کلاشی پاسخ بدم که ما نگاهمون به این هستش که اگر
ما سعی بکنیم صفوف جمهوری خواهی و پادشاهی از هم جدا بکنیم. من کاملا با شما موافق هستم که فردای رأی جمعیت بزرگ از مردم ایران سرخورده خواهند شد و احساس میکنند که سرکوب شدن و اون آینده که برای ایران میخوایم نیست. برای همین یکی از تلاش‌های اصلی حزب ایران نوین خواهد بود که ما سامانه مشروطه را فارغ از نوع نظام پادشاهی یا جمهوری جا بندازیم. سامانه مشروطه اصلا به هیچ عنوان به معنی پادشاهی خواهی یا جمهوری خواهی نیست، بلکه اون حاکمیت قانون هستش. اون که قانون بالاتر از هر فردی چه میخواد اون فرد اول پادشاه باشه، چه میخواد رئیس جمهور باشه. و نظام نبایستش یک ریاستی باشه، اونجا رئیس میخواد رئیس جمهور باشه یا میخواد پادشاه باشه. نظام بایستی چند ریاستی و حداقل دو ریاستی باشه. اگر ما این سامانه مشروطه رو بتونیم جا بندازیم برای مردم در این دوران گذار و بپذیرن که تفاوت ماهوی این دو چه میخواهد نظام جمهوری باشه چه پادشاهی باشه در جزئیات اصلا در کلیت در محتوای نظام، اون مشکلی که شما گفتین احتمالا برطرف خواهد شد و مردم دچار سرکوب احساس سرکوب نخواهند کرد. و تلاش اصلی حزب ایران نوین همین خواهد بود که ما سامانه مشروطه را سعی بکنیم بقبولونیم که به معنی پادشاهی یا جمهوری نیست و این سامانه مشروطه است که بایستی بر ایران حکمفرما بشه و اون حکمرانی قانون خواهد. ممنونم از همراهی. بفرمایید سجاد. حالا یکی به من توضیح بده شما چگونه پادشاهی خواهی هستی که میگی ما در ایران باید 5-6 تا پادشاه داشته باشیم همزمان با هم؟ آقای حجت کلاش و رفقاش ادعا میکنن که ابتدا که میگفتن ما مشروطه خواهیم، بعد از اینکه این صحبت ها انجام شده، این اسناد ارائه شده فلان و اینها، جدیدن اومدن میگن خب ما مشروطه پادشاهی میخواهیم. اتفاقا عکس رضا شاه دوم میذارن پشت سرشون، اما همچنان معتقدن ایران باید به صورت فدرال اداره بشه و بسیاری از مطالب دیگه که در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم. بفهمید چه کار می‌کنه. بله. سپاس از شما. دوستان من از اینجا شروع میکنم که چون مطالب بسیار مهمی رو جناب دکتر سروش مهراد در رابطه با حجت کلاشی بیان کردن و جناب قاسمی هم همینطور، شما در هر صحبتی از صادراتی ها که میشه دو تا واژه رو میشنوید، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه. چرا از این دو تا صحبت میکنیم؟ به دلیل اینکه بخش برنامه ریزی و استراتژی این نیروهای صادراتی یا حتی نیروهای داخلیشون که دارن تلاش میکنن از این دو منبع داره تغذیه میشه و باید تغذیه کنن، نیرو رو آموزش بدن، ارسال کنن خارج از کشور، اهداف رو بهشون دیکته میکنن و اونها کارو انجام میدن. همینطوری که الان در رابطه با حزب ایران نوین شنیدید، من در حین صحبت‌های جناب قاسمی دو تا توییت رو نشون دادم. یکی توییت هایده توکلی از حزب مشروطه بود در رابطه با اینکه ما در کنار جمهوری اسلامی خواهیم ایستاد در کنارش تا تمامیت ارضی حفظ بشه. این توییت مربوط به سال 2014 بوده، در زمانی که هایده توکلی دبیر کل این حزب بود برای اولین بار. و یک توییتی هم نشون دادم از سعید حجاریان که جناب قاسمی اشاره کردن مربوط به مشروطه. ببینید تمام این اتفاقات در یک زمان به صورت مشترک بین یک سری گروه ها شکل میگیره. در بین تمامی این گروه ها دو سازمان مشترکن، دو گروه مشترکن، یکی گروه بین المللی بحران، یکی افتیدی. گروه بین المللی بحران در رابطه با هر کشوری یک کارگروه خاصی داره که در اون کارگروه باز تشکیل میشه به دو قسمت. اون کارگروه خودش یک کارگروه مربوط میشه به بخش مخالفان حکومت مرکزی، یک کارگروه میشه موافقان حکومت مرکزی و شروع میکنن با همدیگه همکاری کردن برای پیشبرد اهداف ایالات متحده آمریکا، منافع آمریکا رو حفظ کنن و منافع متحدانشون رو. در گروه بین المللی بحران در رابطه با تمامی کشورها این کارگروه ها وجود داره. زیر مجموعه بخش کارگروه بخش ایران، قسمت اولش که مثلا مخالفان جمهوری اسلامی هستش، یک بنیادی رو راه اندازی کردن به اسم FDD، بنیاد دفاع از دموکراسی ها.
زیر مجموعه بنیاد دفاع از دموکراسی ها یک سری بنیادها، یک سری احزاب، یک سری گروه ها، سازمان ها همه شکل گرفتن و اون شبکه سازی که در اول برنامه من عرض کردم از اینجا خط میگیره. یک سری آدم ها رو وزارت اطلاعات مثل نیکوهنگ کوسر رو فرستاده خارج از کشور برای هماهنگی بین FDD و وزارت اطلاعات و سعید حجاریان و یک سری افراد در داخل کشور. همزمان با انتشار توییت سعید حجاریان شما میبینید که دقیقا همون حرفا از زبان و اندیشه بعضی از افراد هم در خارج از کشور به عنوان مخالفین جمهوری اسلامی شنیده میشه، دیده میشه و یا خونده میشه. مثل امیر حسین اعتمادی، مثل علیرضا کیانی، مثل سعید قاسمی نژاد، مثل عرفان قانعی فرد، حجت الله لاشی، کلاشی و خیلی های دیگه. پروژه‌ای که جمهوری اسلامی در تحت لوای دو بخش سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از 5 سال پیش رقم زد و شاخه مالی این پروژه رو در تگزاس آمریکا قرار داد که به عنوان یکی از پارتنرهای وزارت نفت یا یکی از دلالان وزارت نفت در بخش فروش نفت ایران به صورت قاچاق بتونه منابع مالی رو تامین بکنه، یعنی سید امیررضا موسوی نژاد با نام جلی شاهین نژاد شروع به فعالیت و انتشار یک سری کارهایی میکنه و همزمان منابع مالی این شبکه ها رو در یک بخشایی تامین میکنه. پروژه ای رو شکل دادن در 5 سال و 5 سال و نیم پیش به اسم گذار در گذار که دوستان خوب ما که همراه همیشگی ما بودن خاطرشون هست، ما در همون زمان در رستاخیز سیمرغ برنامه ای رو گذاشتیم و یکی از این گروه ها رو افشا کردیم که مهره شاهین نژاد یکی بود به اسم آرش کمانچه از ذوب شدگان در ولایت شاهین نژاد و زیر دست بابک شکرابی، یعنی کاملا با یک هدف مشخص داشت پول تزریق میشد که توسط آرش کمانچه، بابک شکرابی پروژه گذار در گذار رقم بخوره، یعنی با توسل جستن به قدرت بلاشک طرفداران سامانه پادشاهی نشون بدن که میتونن حمایت کنن طرفداران سامانه پادشاهی رو، از جمهوری اسلامی گذر کنن و خودشونو پروموت کنن، خودشونو بیارن بالا معرفی کنن و همزمان با گذار از جمهوری اسلامی در دوران گذار و پسا گذار در همونجا خواسته باشن طرفداران سامانه پادشاهی، کسانی که تاثیرگذار هستند و در رأس اون رضا شاه دوم و از صحنه سیاست در ایران و آینده ایران و سپهر سیاسی آینده در ایران حذف کنند، حالا یا حذف سیاسی یا حذف فیزیکی. اون پروژه از بین رفت و متلاشی شد اما کار دشمن ادامه پیدا کرد. 1401 قیامی شکل گرفت که خیلی ها ترسیدن. همزمان شما دیدید که در داخل و خارج بسیاری از نیروهای صادراتی دست به کار شدن، شبکه سازی هایی رو صورت دادن، افراد جدیدی رو بردن در عرصه سیاست، در عرصه اعتراضات خیابانی مثل بهراد توکلی، مثل سلیبریتی هایی که دیدید، حمید فرخ نژاد، برزو ارجمند، احسان نمیدونم فلان، گلشیفته فرهانی و دیدید چه اتفاقاتی رو رقم زدن تا بتونن شرایط کار رسانه رو جوری ساماندهی کنن نسل جوان کف خیابون فریب بخوره. اتفاقاتی رو که خیلی تاکید میکنیم و روش اشاره میکنیم تله های امنیتیه و انقلاب فکر را میندازن، قیام فکر را میندازن، قطعا نیاز به مطالعه، تحقیق و پژوهش داره که برید بخونید ببینید بنیاد جامعه باز جورج سوروس به عنوان یکی از مؤسسه هایی که در
ایجاد قیام های فکر در ایجاد انقلاب های فکر و تقلبی سرآمد هست و معروف در جهان، با چه اهدافی انقلاب فکر را میندازند؟ بارها این موضوع رو اشاره کردم اما لازم میدونم یک بار دیگه اشاره بکنم. در شرایطی که جمهوری اسلامی مثلا با بدحجابی مبارزه میکنه، چرا باید یک بانوی از سنندج برای درمان بره تهران، در تهران توسط گشت ارشاد بازداشت بشه و جونش رو از دست بده؟ آیا در تهران دختر دیگری به غیر از این بانو یا از این بانو جاویدنا مهسا امینی از نظر جمهوری اسلامی بعد حجاب تر دیگه نبودش؟ چرا مهسا رو انتخاب کردند؟ دقت کنید، چرا مهسا رو انتخاب کردن بکشن؟ 1396 ملقب میشه به انقلاب مرغ، چون سر قیمت مرغ اول مشهد بعد قم اومدن بیرون. در 1398 ملقب میشه قیام به قیام بنزین، چون روی گران شدن قیمت بنزین مردم اومدن بیرون. 1400 لقب دادن به نامش رو انتخاب کردن قیام آب و خوشسالی. 1401 اسم میخواست، دو تا اسم آماده شده بود: انقلاب زن، زندگی، آزادی، تجزیه طلب ها و پانکورت ها در این شیپور بدمن که این انقلاب، انقلاب جیناییه، انقلاب مهساست. و در ادامه وقتی نیرویی که از انسجام من شده با این شبکه سازی ها، سیستم امنیتی و جاسوسی و اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تلاش کرده با ارسال نیروهای صادراتیش به عنوان طرفداران سامانه پادشاهی جلوی انسجام رو بگیره و متلاشی کرده از داخل، بیاد کاری رو انجام بده در اون زمان که به نفع جمهوری اسلامی برای رسیدن به پوست اندازی تموم بشه. در زمانی که ما نیاز داشتیم به انسجام، طرفداران سامانه پادشاهی هر کدومشون داشتن دنبال یکی از این گروه ها میرفتن میگشتن. در جنگ روانی که سیستم‌های امنیتی توسط سایبریا در شبکه‌های اجتماعی را انداخته بودن از خیلی موارد دور شده بودن و نمی‌دونستن که الان باید اسماعیلیون رو چیکارش بکنن. اسماعیلیونی که ما همون روزای نخست گفتیم یه وکیلی در کانادا پیدا شه بره به قول سیستم قانونی در ایران بره نبش قبر بکنه، ببین اصلا تو قبری که میگن زن و بچه این دفن شدن چیزی وجود داره یا نداره، اصلا کسی رو خوابوندن یا نخوابوندن. چون این از 2017 مأمور شد به این کار. خب بچه ها درگیر بودن با اسماعیلیون، با گلشیفته فرهانی، با حمید فرخ نژاد، با علی کریمی، با همه اینها درگیر بودن. به جای اینکه ریشه رو بزنن، کار به جایی رسوندن که رضا شاه دوم به عنوان یک ارتش تک نفره مجبور شد در اون جمع در دانشگاه جورج تاون قرار بگیره در کنار عبدالله مهتدی و سایر افرادی که دیدید، بیانیه‌هایی رو که خوندن دیدید ایران ستیزانه بود، دور از اون چهار اصلی بود که پادشاه معرفی کرده بود و اعلام کرده بودن، و در با یک تدبیر هوشمندانه بسیار بسیار فوق سیاسی این افراد خودشونو کیشومات کردند و این شرایط رو فقط رضا شاه دوم فراهم کرد. تمام این سیستمی که شما در طول قیام 1401 دیدید به یک دلیل بود، فقط به یک دلیل. قیام از سال 1357 به بعد طولانی ترین قیام بود و در طول حدود 3 ماه جوونا در کف خیابونها را در دست گرفته بودند. نیروهای سرکوب نفس نداشتن بکشن، نیروهای سرکوب داشتن ریزش شدید میکردن و مردم و جوونها
خواستشون رو شفاف بیان میکردن، شعارهای میهن پرستانه میدادن و دنبال بازگشت به هویت خودشون بودن و این ترس رو به جون همهشون انداخت، نه تنها به جون جمهوری اسلامی بلکه به تن مافیای ایران ستیزی که سال 57 شرایط رو مهیا کرد تا جمهوری اسلامی خاک ایران رو اشغال کنه. همه دست به دست هم دادن تا این شرایط رقم بخوره. در همین اثنا حزب ایران نوین میاد راه اندازی میشه. چرا حزب ایران نوین؟ حزب ایران نوینی که در زمان شاهنشاه سابقه خوبی داشته، فعالیت میکرده و دیگه مردم اون حزب رو قبول داشتن، چرا اومدن از این نام استفاده کردن؟ اون حس نوستالژی باعث جذب یک سری از جوانها یا یک سری از بخشی از مردم و طرفداران سامانه پادشاهی بشه. دستور سیستم امنیتی و اطلاعاتی، فریب افکار عمومی با بهره جستن از نوستالژی سیاسی در جامعه ایرانی. بعد از اون اندیشکده کوروش رو میبینیم. اندیشکده کوروش، چرا کوروش؟ کدام بخش از نگاه این گروه به نگاه پادشاه شاهنشاه کوروش بزرگ شبیهه و چرا این نام رو انتخاب کردن؟ باز دستمالی کردن نام پادشاهانی که جامعه امروز ایران روی اون تعصب داره و به عنوان یک ارزش ملی اونو میشناسه و امروز این ارزش‌های ملی از شاهنشاه کوروش بزرگ، رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامهر و رضا شاه دوم تماماً شدن یک مجموعه به نام آلترناتیو جمهوری اسلامی. بنابراین بر اساس آموزش سیستم‌های امنیتی و آن چیزی که یوری بزمنوف تعریف می‌کنه، بلافاصله باید این آلترناتیو شکسته بشه و جاش یک آلترناتیو دستمالی شده دست نشانده قرار بگیره. اندیشکده کوروش با یک سری افرادی که عضو میشن از مجاهدین، از اصلاح طلبان، از اصولگرایان، از فدرالیست خواهان و تمام آن چیزی که ما با یک نام میشناسیم به اسم ایران ستیزان. پول از کجا تأمین میشه؟ کماکان از دو منبع. منبع وزارت نفتیش، سید امیررضا موسوی نژاد به عنوان زیرشاخه اصلی اصولگرایان، به دلیل اینکه کماکان به دلیل رابطه مذهبی جد پدری سید امیررضا موسوی نژاد و رابطه بسیار خوب و حسنه با ابراهیم رئیسی و علم الهدا و یک رابطه تنگاتنگ با بیت علی خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای، کماکان به عنوان بخشی از تأمین کننده اهداف اصولگرایان در خارج از کشور در حال هزینه است از منابع نفتی که داره فروش میره توسط این فرد. در بخش اصلاح طلبان بابک شکرابی شروع به هزینه کرد میکنه، هزینه هایی که خودش اعلام میکنه، مثلا برای سه تندیس رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانو فرای پهلوی نزدیک به 200,000 دلار هزینه کرده. از جلساتش با در اسرائیل، در پاناما، در کشورهای مختلف، اقدام برای خرید خونه ویلایی که شاهنشاه آریامهر در پاناما سکونت داشتند و که در نهایت به دلیل عدم صلاحیت این فرد بهش واگذار نشد، تمام این اتفاقات دست به دست هم میده تا یک گروهی رو اندازی بشه به اسم گروه ایرانگرایان. یک شباهت بسیار عجیبی، دقت کنید عزیزان، یک شباهت بسیار بسیار عجیبی بین جمهوری اسلامی از سال 57 تا به امروز هست با گروه هایی که در خارج از کشور ادعا می کنن چندین سال دارن مبارزه می کنن. افراد از این گروه به اون گروه جابجا می شن، افراد جدیدی رو شما نمی بینید. چرا این اتفاق باید انقدر شباهت داشته باشه؟ چون اندیشه و آبشخور همشون در یک جا
داره از یک جا داره سرچشمه میگیره، چون هدف قایی اینها در یک جا داره ختم میشه، چون تماما این افراد به عنوان دو خط پارالل و موازی هم دارن برای یک هدف شمشیر میزنن و اون پوست اندازی جمهوری اسلامی و رسیدن به یک سفره جدید انقلابه. سفره جدید انقلاب رو عمدن گفتم به دلیل اینکه بسیاری از موارد و دوستان اشاره کردن، جناب قاسمی در لایف هایی که در اینستاگرام دارن شبها به کرات تکرار کردن و ملکه ذهن همه شما عزیزان شده. اما این سفره جدید انقلاب یعنی چی؟ من خاطرم از اولین بار ما در رستاخیز سیمرغ این جمله سفره جدید انقلاب رو 5-6 سال پیش گفتیم و امروز رسیدیم به اون حرف خودمون که آره درسته، اینها به دنبال سفره جدید انقلاب هستن، نه به فکر ایران هستن، نه به فکر نجات ملت ایران هستن، نه به فکر آزادی ایران هستن. آقای امیرحسین اعتمادی در جلسه ای که در خونه محسن سازگارا بوده، هرچند که تا الان اینها هرچی که گفتیم نمیان جوابگو باشن، چون همون سیستم جمهوری اسلامی قرار نیست اصلا این افرادم به مردم جواب پس بدن، جوابگوی چیزی باشن، حتی قبول نمی کنن که بیان برای مردم روشنگری کنن و یا مناظره بذارن با ما، چون سیستم جمهوری اسلامیه. امیرحسین اعتمادی در خونه محسن سازگارا اعلام میکنه که بعد از اینکه وارد ایران شدن، خونه دکتر ولایتی، در واقع کاخ دکتر ولایتی که در بخشی از کاخ نیاوران ساخته شده متعلق به منه، باید این به من برسه. تصاحب عدوانی بخشی از زمینهای کاخ نیاوران توسط جمهوری اسلامی و در اختیار قرار دادن اون به ولایتی که اونجا یه کاخ برای خودش بسازه یه طرف داستانه، و اینکه این فرد چجوری به خودش اجازه میده از الان سهم تعیین کنه و اونجا رو بخواد. سر این قضیه با بابک شکرابی بحثشون میشه که نه این غیر ممکنه، هر کسی هر چقدر هزینه کرده در قبال هزینه‌اش همون اندازه باید ببره، و در نهایت ختم میشه به این که پندهاوس ناطق نوری و کاخ ناطق نوری در لواسان برسه به بابک شکرابی. آقای عرفان قانیفر به عنوان کسی که با سران سپاه در ارتباط بوده، خونه محسن رضایی رو میخواد. اگر شما اسم این مطالب و علیرضا کیانی هم بوده، همه اینا گفتن و همشون گفتن، حتی در یک جایی محسن سازگارا این نشونی رو میدم که بدونید افراد میهن‌پرستی هستن در جمع شما که این اطلاعات رو میرسونن به ما. محسن سازگارا در یک بخشی اشاره میکنه بچه ها الان خجالت بکشید، بذارید برید تو ایران بعد شروع بکنید. اگر اسم این اتفاقات سفره جدید انقلاب نیست، اگر اینها مهره های چیده شده در اطراف پادشاه نیستن، اگر اینها امروز نیان همونطوری که حامد شیبانی فر گفت از مشروطه استفاده ابزاری بکنن تا این واژه مشروطه رو برای مردم داخل ایران جا بندازن که شما نباید پادشاهی بخواهید، باید مشروطه خواه باشید، تا از دل مشروطه بر اساس آن چیزی که اسماعیل نوری علا گفت، مجلس مؤسسانش آماده است، قانون اساسیش آماده است، بهرام بهرامیان 5.5-6 سال پیش گفت اعضای مجلس مؤسسان انتخاب شده اند، هیئت دولت موقت انتخاب شده اند تا اتفاق سال 57 دوباره رقم بزنن، چه چیز دیگه ای شما میتونید اسمشو بذارید؟
ما چقدر باید در رابطه با خطر پوست‌اندازی جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اخطار بدیم؟ چقدر باید اخطار بدیم؟ ما چقدر باید در رابطه با به خطر افتادن جان رضا شاه دوم توسط همین مهرهای ارسالی اخطار بدیم؟ چرا گوش شنوایی وجود نداره؟ چرا کسی جوابگو نیست؟ چرا همونطوری که جمهوری اسلامی در داخل ایران مخالفینشو قتل عام میکنه، بایکوت میکنه و سلب حیات میکنه ازشون، اعدامشون میکنه، کف خیابون با تیر میزنه، چرا اینها هم همون رفتار مشابه رو انجام میدن؟ چرا در رسانه های اینا، البته ما میدونیم، ما فقط به عنوان دلایل داریم برای شما میگیم، برای دوستانی که مخصوصا برای اولین بار دارن صحبت های ما رو میشنون، چرا در این رسانه ها مثل رژیم اینترنشنال، مثل منوتو، مثل صدای آمریکا، مثل بی بی سی، رادیو فردا، کیهان لندن، شبکه‌های فکستانی لس آنجلسی، فقط یک سری افراد خاص فقط میرن جابجا میشن، صحبت میکنن؟ علت کجاست؟ شرایط معرفی این افراد به مردم برای اینکه چهرهشون لانسه بشه، پروموت بشن و مردم بشناسنشون رو ببینید چقدر شبیه همه، چه مسیری رو طی میکنن با هم. مثلا بابک شکرابی برای اینکه معرفی بشه میاد میره در یک مقطعی دستاویز دراز متوهم اپوزیسیون میشه، خسرو صمدی، خسرو صمدی که برای دیده شدن با امیر عباس فخرآور میرفت لایف میذاشت که به رضا شاه دوم حمله کنه. بابک شکرابی میرفت با خسرو صمدی برنامه میذاشت. بعد یواش یواش پول دادن به تلویزیون ایران آریایی، در اونجا بهش برنامه دادن، باش گفتگو کردن، مصاحبه کردن، بعد هماهنگ شدن با رژیم اینترنشنال، هماهنگ شدن با منوتو، هماهنگ شدن با شهرام شارلاتان و همه جا دیدیم که دارن میبرنش و یک سری حرفای کلیشه‌ای که باید از روی کاغذ بخونه و اونم اشتباه. یعنی شما سه کنفرانس اندیشکده کوروش رو ببینید، وقتی یک فرد مینویسه چیزی رو و از روی نوشته خودش هم نمیتونه درست بخونه، توپق میزنه، ببینید چقدر فاجعه است. و ببینید اینها از کجا آماده شدن که برسن سر سفره جدید انقلاب و هیچی از ایران باقی نذارن و دارن با پادشاهی می جنگن تا از دل مشروطه یک جمهوری ایرانی یا جمهوری فدرالی رو به عنوان پوسته بعدی جمهوری اسلامی در بیارن تا اون اقتدار و شایستگی که مردم ایران و ایران لیاقتشو داره بهش نرسه. اینو تا اینجا گفتم داشته باشید. این بحث خیلی مفصله و مدارک همه اینجا وجود داره. من در بین صحبت دوستان مدارکو به شما نشون میدم، شاید با گفتار دوستان ربطی نداشته باشه، اما به خاطر اینکه سند داشته باشیم و سند نشون بدیم اینا رو در ویدیو نشون میدم. دوستان هر کدوم از شما عزیزان، جناب دکتر اگر هستید بفرمایید. خواهش میکنم، سپاسگزارم از گفتهای ارزشمند شما و کتبان قاسمی گرامی. در آغاز پروانه بدید اگه امکان داره مطلب مهمی رو کتبان قاسمی پیرامون درفش شیر خورشید و پانیرانیستا گفتن، من اگر پروانه بدین یه توضیح پیرامون این بدم. من درسته من پانیرانیست حزبی نیستم، وکیل مدافع یا پشتیبان حقوقی پانیرانیست هم نیستم. خود دوستان پانیرانیست باید اگر انتقادی بهشون میشه خودشون بیان پاسخ بدن، ولی چون این مورد یه کمی در خودم باش برخورد داشتم دوست داشتم بهش بپردازم. ببینید دوستان، پانیرانیستا مانند هر حزب دیگه‌ای درفش حزبی دارن، درفش حزبی دارن و درفش در ایران درفش حزبی داشتن، اکنون هم دارن و درفش شیر و خورشید رو درفش میهنی یا ملی همه ایرانیان میدانن.
و تا اونجایی که من میدونم مخالفتی با حزب با درفش شیر و خورشید هیچگاه نداشتم. شما ببینید زمانی هم که آخر یا طویله مجلس شورای اسلامی در سال 58 به دستور خمینی گجستک درفش شیر و خورشید و نشان شیر و خورشید رو از هر جایی که میتونستن پاک کردن، به قول نه این درفش حزبی است، این درفش حزبی است و پیوندی با درفش شیر و خورشید نداره. من الان توضیح میدم درفش حزبی با درفش ملی فرق میکنه. و پانیرانیستا در آبان ماه، اگه نادرست نگم آبان ماه سال 58، ته یک اعلامیه رسمی اعلام کردن به دلیل این جنایت و خیانت انقلابیون و جمهوری اسلامی، از این پس نشان شیر و خورشید رو به نشان درفش پانیرانیست می افزایند. و در هر موقع من در هر دفتری یا خونه از پانیرانیستا رفتم، یا درفش ایستاده شیر و خورشید بوده یا درفش رومیزی پانیرانیستا بوده، و من برای نخستین بار از نزدیک درفش شیر و خورشید رو در دفتر روانشاد میرانی، دفتر وکالتش در اهواز که ایشون سرپرست حزب در خوزستان بودن، دیدم. و نخستین درفشی رو هم که به من پیشکش شد یا من داشتم از سوی پانیرانیستا داده شد. و حالا این به کنار. ببینید مسئله که موجوده، من اشاره بکنم دوباره به کلاشی، برای که کدبان قاسمی گرامی و کدبان کمالپور گرامی به خوبی توضیحات بسیار ارزشمندی رو دادن. و یک کوچکی هم من در کنارش که پیوند به کلاشی داره بیافزایم با پروانه دوستان. ببینید دوستان و بینندگان گرامی، بهتر میدونید همون گونه که یک بار هم گفتم، سیر تحول، حالا چه باور دینی باشه چه باور سیاسی، یک شب و دو شب و یک ماه و دو ماه که سه ماه شش ماه که رخ که نمیده. با توجه به مسائلی که من عنوان کردم، شرکت فعال کلاشی در سال 92 در انتخابات و پولای کلونی که بهش دادن، سال 96 تبلیغ برای روحانی و اون دو سه روز پایانی مانده به برگزاری سیرک انتخابات تغییر موضع میده بنا به دستوری که بهش میدن و به رئیسی رأی میده و تمام نوچه ها و همپالکیاش هم به رئیسی رأی میدن. ایشون در دیماه 96 با جنبش ایران پرستانه هواداران پادشاهی در ایران که برخی هم نامش رو جنبش رضا شاه روحت شاد گذاشتن، که به راستی روان این بزرگ مرد ایرانی شاد باد و روان شاهنشاه آریامهر، ایشون یک شبه میشه پادشاهی خواه. یعنی دستور بهش میدن، چون دیدن جنبش رضا شاه روحت شاد سراسر ایران رو گرفت و در صدها شهر ایران نام رضا شاه آورده شده، تشخیص دادن که اکنون موقع تغییر مواضع این جانور دست آموزشون یعنی حجت الله کلاشی است. حالا به هر روی اینو خواستم یه اشاره‌ای بکنم. ببینید یه مطلب بسیار مهمی که وجود داره، همکاری و هماهنگی ارتجای سرخ و سیاه برای پیروزی شورشیان 57. این داستان دراز و اینکه یک داستانی است پر آب چشم، نیاز نیست امروز باز بشه، چون بسیار به درازا هم خواهد کشید. بسیاری از شما شاید با همکاری ارتجای سرخ و سیاه که شاهنشاه هم به این مورد اشاره داشتن پیش از شورش 57 و اشاره به ارتجای سرخ و سیاه کردن، این رو بسیاری شاید از شما باش آشنا باشید. یه مسئله که امروز یکی از گافهایی که کلاشی داده و برای آینده خودش، چون میدونه به تنهایی نمیتونه بر گرده ملت ایران سوار بشه، نمیتونه اونگونه که باید شاید اهداف خودش رو پیش ببره، از اکنون داره دست به سفید کردن چهره های سیاه و پلید ایران ستیز و پهلوی ستیز میزنه. نخست این که جا اندازی واژه مشروطه به نام پادشاهی. ببینید دوستان گرامی، واژه ما اصلا چیزی به نام مشروطه پادشاهی نداریم. اگرم کسی میخواد این واژه رو که توصیه میکنم به کار نبرید، بگید ما پادشاهی خواه هستیم. زمانی که واژه زیبای یا اصطلاح زیبای پادشاهی خواه رو داریم، نیاز نیست بگید ما مشروطه خواهیم. اصل برای ما پادشاهی خواهیست. بعدش هم خب دیگه اصلا خنده داره، چیزی به نام مشروطه پادشاهی یا مشروطه خواهی نداریم. شما ببینید میگویند برای نمونه دختر زیبا، دختر موصوف است و صفتش هم زیباست،
نمیشه که صفت بیاد بشینه جای موصوف. مگه میشه از کسی بپرسن تو چند تا بچه داری بگی من دوتا زیبا دارم، سه تا برای نمونه سه تا پسر دارم، یا یه پسر دارم دوتا زیبا دارم، خنددار نیست؟ آخه صفت که نمیتونه جای موصوف رو بگیره به این شکل. مگه میشه پادشاهی مشروطه، مشروطه بیاد بشینه جای پادشاهی؟ ببخشید، نخست این که پادشاهی مشروطه رو با زرنگی تبدیل کنن به مشروطه پادشاهی، ما چند رقم مشروطه داریم؟ و کار به جایی برسه از دست ناآگاهی برخی از هواداران پادشاهی شوربختانه که تبدیل میشن به مشروطه خواه. آقا واژه سلطنت از زبان شاهنشاه روانشاد هم آمده بیرون، از واژه سلطنت استفاده میکردن ایشون، ولی اون زمان این واژه معنیش پادشاهی بوده، چون همانند این که بسیاری از ما سالهای پیش میگفتیم سلام، امروز اگر تا اونجایی که بتونیم از بکار بردن سلام خودداری میکنیم، میگیم درود، و درستش هم دروده. ما سلام قصد تسلیم که نداریم، ما میگیم درود، یعنی برای به کسی که میگیم درود آرزوی تندرستی داریم. ببینید، ما چوب این کارا رو یه بار خوردیم، ما پارسی دری رو داشتیم، یا پارسی درباری که کوتاه شدهش پارسی دریه. با ناآگاهی برخی از نیاکان ما، من از انتقاد فرار نمی کنم، راستشو باید گفت، نیاکان ما کارهای خوب زیاد کردن، کارهای بدم داشتن، یکیش نداشتن شاید حساسیت و حساسیت به خرج ندادن نسبت به همین اصطلاحات. پارسی دری شد دری، ما زبانی به نام دری نداریم، ما زبانی به نام تاجیکی نداریم. من شما تا حالا شنیدید زبان استرالیایی؟ تا حالا مگه شنیدید زبان آمریکایی یا کانادایی؟ همش میگن انگلیش، انگلیسی است. ولی به ما که میرسه، چون فرهنگ ایرانی متولی نداره، چون فرهنگ ایرانی بی صاحب افتاده، چون فرهنگ ایرانی، چون در اون کشور که تکلیفش مشخصه با حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی، برون مرز هم که درصد بالایی از کسایی که اپوزیسیون مینامند دشمن سوگند خورده ایران و ایرانی هستن، یه رستاخیزه که داره در این میان تا اونجایی که توان داره و نیرو داره علیه این ایران ستیزی ها فعالیت میکنه یک تنه. ما زبان تاجیکی نداریم اصلا، هنوز برخی از کشاوندان مادری من که قشقایی هستن به غیر ترک زبان میگن تاجیک. تاجیک نامیه که ترکان یا چه میدانم ترک تباران اویغور و مغول بر روی ایرانی ها گذاشتن، فارسی زبان ها، یا به غیر خودی میگفتن تاجیک. مثل عرب ها که میگن عجم، یک واژه بسیار توهین‌آمیزه، همریشه با واژه چارپاس عجمه در عربی. امروز شما برخی از همزبانان ما در افغانستان با شما بحث میکنن و باتون درگیر میشن سر همین واژه دری. خب ما این نمونه رو داریم، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بهترین ایران شناسان، جامعه شناسان، نمیدانم روانشناسی اجتماعی، نمیدانم چه و چه، هر چیزی که بگین از این متخصصان خود فروخته در اختیار داره. الان دیدن که این زبانی که من نه زبان مادریم پارسیه نه زبان پدریم، ولی زبان پارسی برام مقدسه، چون پیوندنده همه تیرای ایرانیه. دیدن این زبان پیوندنده همه تیرای ایرانی از چین تا به دریای مادیا مدیترانه که ایرانی تبارها زندگی میکنن پاره پاره شده، سه تا چهار تا نام داره، فارسی، پارسی، دری، تاجیکی، همین کارو دارن سر پادشاهی میارن. مسئول پیمونکار این پروژه کیه؟ حجت الله کلاشی. همیهنان من، آسیب نزنید از روی ناآگاهی به آینده و زیست سرفرازانه فرزندانتون و میهنتون. ایران در وضعیت بسیار بدی به سر میبره، آبی دیگه در اون سرزمین نمونده، 90% حیات وحش و محیط زیست آسیب دیده است و نابود شده 90% حیات وحش. میدونید این یعنی چی؟ یعنی ممکنه در آینده نزدیک تبدیل به سومالی بشیم. چی انجام داده؟ تمام کسایی که در سال 57 ارتجای سرخ و سیاه و اونایی که از روی نادانی با اینها همکاری کرد. پس ما چیزی به نام پادشاهی مشروطه نداریم، ما پادشاهی داریم. دو، ما مشروطه خواه نیستیم،
ما پادشاهی خواهیم عزیزان من، هم میهنان گرامی من. ایران اگر ساخته شد از سال 1304 از اون کثافت و لجن قجری مغولی و سلطانک های پسرباره و زنباره قجر به دست رضا شاه بزرگ رهایی یافت. از 1304 تا 1320، از 1332 تا 57 اوج ساخت و ساز و شکوفایی در ایرانه. برید ببینید آیا اون دوره دوره مشروطه است؟ کدوان قاسمی به درستی اشاره کردن به برخی از بندهای قانون اساسی مشروطه. و من احترام میذارم به حرکت نیاکان، ولی آخه میخوام ببینم در دوره مشروطه چه دستاوردی ما گیرمان آمد. بزرگترین نژادکشی سازمان یافته ایرانیان پس از یورش عربستانی ها به ایران و مغول ها به ایران در زمان مشروطه چی ها رخ داد؟ از 1917 تا 19 دست کم 8 میلیون ایرانی با یک قحطی سازمان یافته و عمدی و بستن مرزهای عراق که مستعمره انگلستان بود و هندوستان که اون موقع پاکستانی نبود و و افغانستان امروزی و هندو پاکستان که به هم چسبیده بود، شبه قاره هند بود، دست انگلستان بود. مرزهای دو طرف ما رو بستن، بالا سرمونم که شوروی. تا آغاز اومدن سرکار داردسته لنین و بلشویکا و حالا کار به شمال جنوب ندارم، شرق و غرب ما رو بستن. طبق تحقیقاتی که شده عراق در اون سالها و افغانستان و شبه قاره هند که پاکستان و هندوستان امروزی باشه محصول بسیار فراوان بوده. حالا من نمیخوام امروز زمان نداریم من به این نژادکشی سازمان یافته زیر نام قحطی بپردازم، چون قحطی نبود، نژادکشی. حالا یه نفر رو سرشو ببری یا یک ملتی رو یا یک قومی رو یا یه جایی بذاری اینقدر بهش خوراک ندی تا از گرسنگی و تشنگی بمیره، آب بهش ندی، خوراک ندی و بمیره. یک چیزه، دستاوردش مرگ و نژادکشی به شمار میره. این در زمان مشروطه چیا. سلطان مشروطه، سلطان شکمباره و عیاش مشروطه، احمد سلطان، اینا رو نگید شاه. اینا شاه و پادشاه و شاهنشاه نبودن، اینا سلطان و سلطانک بودن. نتیجه شد نژادکشی 8 میلیون ایرانی. برید داستاناشو بخونید ببینم شب به آرامی میتونید بخوابید. خب 105 سال ازش گذشته، 106 سال، 300-400 سال نیست که بگیم. این آقای حجت کلاشی براش مهم نیست، همونطوری که بارها دیدم ازش جانانه از صفویه دفاع میکنه. صفویه که 900 هزار زرتشتی و 300 تا 400 هزار هممیهن سنی ما رو کشتن. چیزایی که شما در رستاخیز میشنوید در جای دیگه بهتون نمیگن، چون سودشون در گفتن این چیزها نیست. شما میدونید، اولا بازم میگم، حمله افغان به ایران یک اصطلاح شوونیستی و ایران ستیزان است. مثل که بگیم حمله بختیاری ها که رفتن به سوی تهران، بگیم حمله بختیاری ها به ایران. اولا نام افغان نادرسته، اینها پشتون هستن. فغانی یا افغانی توهینه، مثل که به کسی بگن جیغجیغو یا بگن گریهو یا بگن نقنقو. اینو شیعیان رو اینا گذاشتن، چون از جور و ستم فرمان روایان شیعه هر دم به دقیقه هر زمانی که میتونستن نامه نگاری میکردن به دربار صفوی و شکایت میکردن. اینا بذارید برای اولین بار بگم، داره تو رستاخیز گفته میشه، کتاب نوشته شده، ببینید خیلی مقاله نوشته شده، ولی تو برنامه من ندیدم از کسی. روانشاد جمشید پیشدادی شیدا بر ما چه گذشت، تو این اومده میهنان سنی ما با همبستگی با زرتشتیان ایران صفویه رو برانداختن، ایرانیان رو توی ستونهای عمودی گذاشتن که از گرسنگی ببینن، فقط یه دریچه باز میذاشتن برای نفس کشیدن. رسم خای کباب، رسم پرده برداری از بکارت عروس در شب از اینا همه از کثافتکاری های صفویه است. پتربازی رسمی پل های اصفهان رو میدونید کی ساخته؟ آقای کلاشی نادان مزدور ایران ستیز. حتی زنان زرتشتی هم از
بیگاری و حمالی معاف نبودن. چرا ببیشه زنهای باردار زرتشتی رو میوردن 10 کیلو 20 کیلو 30 کیلو 50 کیلو آجر و مصالح رو دوششون میذاشتن به امید اینکه بچه هاشون سقط بشن و دوچار سقط جنین بشن. این یعنی چی؟ یعنی نژاد کشی. حمله میکردن به محله یهودی ها یا ارمنی ها یا زرتشتی ها، میگفتن یا پول میگیرین مسلمون میشین یا از اینجا گورتون رو گم کنین. حجت کلاشی مدافع همچین دولتیست، براش مهم نیست 900 هزار زرتشتی و 300-400 هزار سنی کشتار شدن. تبردارهای صفوی میومدن تو بازار و کوی و برزن با تبرهای چند کیلویی میگفتن جلوی مردم رو میگرفتن، میگفتن فوش به ستا خلیفه بده، نمیدادن تبر رو از اینجا میزدن تا قفسه سینه فرد رو باز میکردن در دم کشته میشد. این دولت محبوب حجت کلاشیست. حالا از این بگذاریم، من از شما خواهش میکنم، سپاسگزار میشم ازتون. کدوما رو؟ درباره تقی ارانی ایران ستیز پهلوی ستیز رو به عنوان یک شخصیت ملی داره جا اندازی میکنه. من توضیح میدم چرا داره این کارو میکنه. شما خودت فرستادی یا سعید؟ نه، کدبان قاسمی گرامی فرستادن برای شما. من اینو اینجا نفرستادم، من اینو توی اسکایپ گذاشته بودم، حالا بذار پیدا کنم الان براتون میفرستم. باش، من حتی اگه بتونید بخونیدشم کفایت میکنه، سپاسگزار میشم، چون همینان آشنا بشن که این جرثومه داره چه دست به چه کارهایی میزنه. یا آقا توی هر موقع کدبان قاسمی گرامی آماده کردن بفرمایید، من در خدمتون هستم. اگر اشتباه نکنم 72 سال پیش مشروطیت ایران ایجاد شد. هر زمان پیدا کردم بزرگواری سپاسگزار میشم. بیاندازه ببینید، یه آقای تقی ارانی یک آدمی بود که حالا به خرج دولت ایران رفته بود، دانشجو شد، خرجشو میدادن و در آغاز هم که رفته بود آلمان، اگه نادرست نگم دوربر جنگ جهانی یکم یا پس از جنگ جهانی یکم، حتی با آدمای میهن پرستی دمخور بود، مثل روانشاد توردابود، جمالزاده، کاظمزاده ایرانشهر، همکاری میکرد تو مجله کاوه که بسیار هم ایران پرست بودن گردانندگان مجله کاوه. ولی یه آدم، مهم نیست که یه آدم اون موقع چه کار میکرده، آیا میهن پرست بوده نبوده، مهم اینه که بعدن ایشون تو چه راهی افتاد. مثل که بگن یه آدمی مثلا 20 سال خوب بوده، ببخشید 40 سال خوب بوده، 45 سال خوب بوده، سر 50 سالگی زده 3 نفر رو کشته. خب کسی لحاظ نمیکنه که آقا 40 45 سال آدم خوبی بوده. میگن الان زده چی؟ الان زده 2-3 نفر رو زده کشته و باید پاسخگو باشه. خب ربطی نداری آقا در یه مقطع کوتاهی با بزرگانی چون توردابود و کاظم‌زاده ایرانشهر دمخور بوده. مهم اینه که بعدش چه غلطی کرد و چه آسیب هایی به ایران زد.